سلام بر شما خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت در برنامه پیش رو با شما خواهم بود با گزارش هایی درباره واکنش جانکری به گفته های آیت الله خامنه ای در خصوص برجام افشاگری های تازه ویکیلیکس با انتشار ایمیل های خصوصی رئیس سازمان سیا هشدار قدرت های جهانی درباره آزمایش موشکی اماد در ایران انتخابات پارلمانی اخیر کانادا و دیدار وزیر خارجه آمریکا با رهبران آلمان و اسرائیل با ما همراه باشید. هفته گذشته آیت الله علی خامنه رهبر ایران مصوبه شورای عالی امنیت ملی این کشور در مورد اجرای توافق جامع اتمی با قدرت های جهانی را تایید کرد اما در عین حال ملاحظات و نگرانی های مهمی را مطرح کرد او هشدار داد اگر طرف های توافق با ایران به هر بهانه از جمله نقض حقوق بشر یا حمایت از تروریسم تحریمی را علیه ایران وضع کنند از نظر او توافق را نقض کردند و دولت ایران باید اجرای توافق را متوقف کند با این حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تایید برجام توسط آیت الله خامنه ای را واقعی خواندن توافق توصیف کرد جانکری کری وزیر امور خارجه آمریکا به بیانیه ی روز گذشته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص برجام واکنش نشان داد و گفت امروز آیت الله خامنه ای به طور رسمی این توافق را تایید کرد که تا کنون این کار را نکرده بود بنابراین این توافق اکنون واقعی است و این آغاز گسترده ترین تغییر مجدد یک برنامه هسته‌ای از زمان آغاز اصر هسته ای تا کنون است است. این یک دستاورد بزرگ در این هیت است. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا آقای کری شامگاه چهارشنبه 29 مهر در سخنانی در مرکز هریچ نیروی دریایی آمریکا گفت این توافق اجزای بسیار گسترده ای دارد و ما تلاش کردیم که فرایند بازرسی ها را به سرانجام برسانیم یکی از مشکلات این بوده که ما هیچگاه نتوانستیم به پاسخ تمام تحقیقات آژانس برسیم از این رو به ایران گفتیم که شما اگر اجازه دسترسی های لازم را ندهید با خطر بازگشت تمام تحریم ها روبرو خواهید بود و همانطور که میدانید نبرد سختی در کنگره در این خصوص جریان داشت. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه ایران به برجام متعهد خواهد بود تصریح کرد امیدوارم همه ی کسانی که موافق توافق بودند و همه ی کسانی که مخالف آن بودند اکنون دست کم برای اجرای کامل و قابل راستی آزمایی این توافق در کنار هم قرار گیرند مسئله مهم این است من اطمینان دارم که آمریکا و متحدان و دوستان ما در منطقه در نتیجه این توافق و فوق امتر خواهند بود. این به معنای آن نیست که ممکن نیست آنها برای گریز هسته ای تلاش نکنند اما اگر این کار را بکنند از آن آگاه خواهیم شد. سخنان آقای کری نخستین واکنش طرفهای توافق اتمی به بیانیه است که آقای خامنه ای روز چهارشنبه شنبه 29 مهر منتشر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این بیانیه ضمن تایید توافق اتمی شرایطی را برای اجرای آن تعیین کرد. همزمان عباس عراخچی معاون وزیر امور خارجه ایران درباره سخنان آیت الله خامنه ای درباره برجام گفت مواردی که رهبر معظم انقلاب درباره برجام اشاره فرمودند الزاماتی است که علاوه بر نگاه مجلس و شورای عالی امنیت ملی افزوده می شود و ما در اجرای برجام به این الزامات و تکالیف توجه خواهیم کرد سخنان آقای عراقچی که شامگاه چهارشنبه 29 مهر در یک برنامه زندگی تلویزیونی بیان میشد نخستین موضعگیری دولت درباره شرایطی است که آقای خامنه ای برای اجرای برجام تعیین کرده است آقای عراخچی گفت طبق برجام اگر تحریم های کنگره برداشته نشود نقض برجام است و اگر تحریم های اقتصادی مرتبط افزوده شود و این نیز به نوعی نقض برجام محسوب می شود. آقای عراخشی گفت در همکاری ما با آژانس انرژی اتمی اگر این پرونده حل نمیشد و این مرحله از کار خوب پیش نمیرفت، سوالات جدیدی ایجاد می شد از این رو در طول مذاکرات همزمان با پیشرفت مسئله پی ام دی نیز باید حل می شد تا قبل از آنکه ما اقدامات خود را تکمیل کنیم پرونده پی ام دی بسته شود معاون وزیر امور خارجه گفت آژانس اعلام کرد که کارش با ایران تمام شده و این قدم بزرگی در مورد پی ام دی بود و همه سوالات آژانس مطرح و همه بازدیدها و بازرسی ها انجام شد و سفر مسئولان آژانس به ایران درباره پی ام دی انجام نخواهد شد. آقای عراقچی در این گفتگوی ویژه خبری با تشکر از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت در طول مذاکرات و تایید برجام و مشخص کردن الزامات اجرای برجام گفت در سه ماه گذشته روند دقیق و کار فشرده ای صورت گرفت و هیچ موضوعی این چنین با جزئیات از سوی صدا و سیما رسانه ها و منتقدین از زوایای مختلف بررسی نشده بود وی در خصوص لغو تحریم ها هم گفت در عمل تحریم های اقتصادی و مالی باید لغو و تحریم های کنگره نیز باید متوقف شود این تحریم ها باید رسمی و کتبی لغو شود و سپس ایران فعالیت های مربوط به خود را انجام دهد عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته گفت آنچه یک شنبه گذشته به عنوان روز تصویب اتفاق افتاد این بود که شورای وزیران اتحادیه اروپا در سه مصوبه تمام تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران را لغو کرد و قانون این امر تصویب و این سه مصوبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ثبت شده است آقای عراقشی گفت اعمال تحریم از سوی هر یک از بخش های کشورهای طرف مقابل منطبق با نگاه رهبر معظم انقلاب نقض برجام تلقی می شود. پیش بینی که رهبر معظم انقلاب کردند این است که هیئتی توسط شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و با دقت و حساسیت این موارد را پیگیری کند. کشور قطر که از حامیان اصلی اپوزیسیون سوریه در جنگ داخلی این کشور است گرچه تاکید کرده که همچنان راحل سیاسی را برای پایان دادن به بحران سوریه ترجیح میداد اما احتمال مداخله نظامی را رد نکرده است همزمان ایالات متحده آمریکا از روسیه به دلیل استقبال از بشار اسد در مسکو به سختی انتقاد کرد کاخ سفید گفته آمریکا فرش قرمزی را که روسیه برای اسد پهن کرد در تضاد با اهداف روسیه برای یافتن گذار سیاسی در سوریه می داند. قطر که از حامیان اصلی اپوزیسیون سوریه در جنگ داخلی این کشور است اعلام کرد ممکن است در پی اقدام نظامی روسیه دست به اقدام نظامی در سوریه بزند این کشور با این حال اعلام کرد که همچنان راه حل سیاسی را برای پایان دادن به بحران سوریه ترجیح می داد. این سخنان شامگاه چهارشنبه 29 مرماه خالد بن محمد العطیه وزیر امور خارجه قطر که در مصاحبه با شبکه خبری سی این مطرح شد واکنش سریع دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را در پیداش که اعلام کرد دمشق به شدت به چنین تجاوزی پاسخ خواهد داد کشورهای عربی خلیج فارس نگران حملات هوایی روسیه اند که برای نیروهای دولتی سوریه امکان بازپسگیری برخی از مناطق در غرب این کشور را فراهم کرده است این مناطق ماها بود که در دست مخالفان حکومت بشار اسد بود قطر از حامیان اصلی گروه های مخالف اسد است و از آنها حمایت تسلیحاتی مالی و سیاسی می کند. وزیر خارجه قطر در پاسخ به این سال شبکه CNN جای قطر موزه عربستان سعودی را که استفاده گزینه نظامی را در سوریه در واکنش به دخالت نظامی روسیه در این کشور بعید نمیداند تایید می کند گفت در همراهی با برادرانمان در سعودی و ترکیه در هر اقدامی که به حمایت از سوریه ها بیانجامد و از این کشور در برابر تجزیه محافظت کند درنگ نخواهیم کرد بر پایه متن این مصاحبه که خبرگزاری دولتی قطر منتشر کرده است آقای الاتی افزود اگر دخالت نظامی از مردم سوریه در برابر وحشیگری نظام حمایت می کند به طور حتم به آن اقدام خواهیم کرد آقای العطیه در این حال افزود قطر حل و فصل بورانهای منطقه را از راه گفتگوی سیاسی مستقیم ترجیح می دهد. او در این باره گفت از هیچ رو در روی نمی ترسیم. از همین رو از موضع قدرت دعوت به گفتگو خواهیم کرد زیرا به صلح ایمان داریم و کوتاهترین راه برای رسیدن به صلح گفتگوی مستقیم است در واکنش به این سخنان شبکه تلویزیونی المیادین که از لبنان پخش می شود به نقل از فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجی سوریه گزارش داد که گفته است چنانچه قطر تهدیدهای خود را عملی کند و دست به دخالت نظامی در سوریه بزند این اقدام را تجاوزی مستقیم تلقی خواهیم کرد و پاسخمان بسیار سخت خواهد بود همزمان استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بشار اسد همتای سوری خود در کاخ کرملین انتقاد شدید آمریکا را به همراه داشته است. اریک شولت سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه 29 مر در جمع خبرنگاران گفت ایالات متحده فرش قرمز استقبال از اسد را که علیه شهروندانش سلاح شیمیایی به کار برده در تضاد با هدف اعلام شده از سوی روزها برای یافتن گذار سیاسی در سوریه میداند وی اضافه کرد که اقدامات روسیه در خاور میانه آور است اسد روز سهشنبه 28 مهر برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه به طور غیرمنتظره از کشور خارج شده و به مسکو رفت این سفر سه هفته پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه صورت گرفت و بشار اسد در دیدار با پوتین از کمکهای روسیه قدردانی کرد و این کمک های نظامی روسیه را مانعی بر سر گسترش تروریست در کشورش خواند جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی جداگانه سفر بشار اسد به مسکو را غیر منتظره ندانسته و گفت با توجه به رابطه ای که سوریه با روسیه دارد و همینطور با توجه به اقدامات نظامی اخیر روسیه در سوریه به نیابت از بشار اسد سفر اسد به مسکو حرکت غیر منتظری نیست عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه تاکنون جان 370 تن را گرفته که طبق گزارش ها یک سوم قربانیان غیر نظامی بودند روسیه ادعا می کند که اهداف جنگنده های هوایی روس موازه گروه دولت اسلامی و دیگر گروه هستند که روسیه آنان را تروریست معرفی می کند. در مقابل شورشیان مخالف اسد و کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که با مداخله نظامی در سوریه قصد تثبیت جایگاه اسد و حفظ وی بر مسند قدرت را دارد اما ویکیلیکس در دور تازه ای از افشاگری ایمیل های خصوصی جان برنان رئیس کنونی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را منتشر کرده که طیف گسترده از موضوعات در آن منعکس شده از جمله ایران و روابط سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی او سالها پیش از رسیدن به این مقام از دولت آمریکا خواسته بود وارد نوعی تعامل با ایران شود و مستقیما با ایران مذاکره کند وبسایت افشاگر ویکیلیکس روز چهارشنبه 29 مهر ماه یک روز پس از آنکه هکری ناشناس که خود را دانش آموز 13 ساله دبیرستانی معرفی کرده اعلام کرد که ایمیل های خصوصی جان برنان رئیس سازمان سیا را حک کرده بخشی از این ایمیل ها را منتشر کرده است. ایمیل های منتشر شده که در آنها موضوعات مختلفی از جمله معمای ایران مطرح شده ایمیل های خصوصی جان برنان و مربوط به سالهای 2007 و 2008 است که او سمتی در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیان نداشت به گفته ویکیلیکس آقای برنان از این ایمیل گهگاه برای چند پروژه اطلاعاتی گوناگون استفاده می کرده و در طول این دو سال مشغول کار در کمپانی تحقیقاتی آنالاسیس کورپوریشن بوده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در واکنش به انتشار ایمیل های خصوصی جان برنان اعلام کرد این حمله ای سایبری است که هر کسی را میتواند هدف قرار دهد و چون این اقدامی باید محکوم شود نه اینکه مورد تحسین قرار گیرد به گفته مقام های این سازمان هنوز هیچ نشانه مبنی بر محرمانه بودن اسناد منتشر شده نمی یافت نگرانی اصلی سازمان سیاه از شماره امنیت اجتماعی، شماره پاسپورت و آدرس اعضای خانواده و بستگان جان برنان است که از سوی ویکیلیکس منتشر شده است. بخشی از این اسناد هم در برگیرنده فرمی است که کارمندان دولت آمریکا باید برای دریافت اعتبارنامه امنیتی آن را با ارائه جزئیات پر کنند. جزئیاتی کاملا خصوصی از جمله وضعیت سلامت، پیشینه جرائم و مصرف مواد مخدر همچنین روابطش با دولتهای خارجی که به کارفرمای دولتی امکان کاوش عمیق در گذشته متقاضیان را میدهد گذشته از اینها ایمیل ها و فایل هایی درباره طرح کنگره برای محدودسازی تکنیک های بازجویی و نکته هایی درباره فعالیت های داخلی محافل امنیتی آمریکا هم توسط ویکیلیکس منتشر شده است در میان ایمیل هایی که از جان برنان منتشر شده یادداشتی سه صفحه‌ای وجود دارد که او در سال 2007 نوشته و حاوی راهکارهای پیشنهادی او پیرامون تعامل با ایران است وی ای پس از انتخاب برک اوباما در مقام ریاست جمهوری نقشه راهی برای روبرو شدن با مسئله ایران ترسیم می کند. در بخشی از این ایمیل ها آمده است آمریکا چاره ای ندارد جز اینکه راهی برای حیات مشترک پیدا کند و با وجود هر دولتی که در تهران قدرت را در دست گیرد در نهایت این موضوع را بپذیرد او افسوده است که تهران هم باید این موضوع را بپذیرد آقای برنان گفته است توانایی تهران برای پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادیش در نهایت وابسته به روابط غیرخصمانه با آمریکا و غرب است او با اشاره به سیاست چماق و هویج از برک اوباما که در آن زمان رئیس جمهور منتخب بود خواسته بود تا هم پیشنهادی معنادار برای تهران داشته باشد همین که ابزار توسل احتمالی به زور را در دست دیگر نگه دارد او در بخشی دیگر از ایمیل هایی که منتشر شده گفته است در برابر بهبود روابط ایران و آمریکا موانع بسیاری وجود دارد اما هیچ یک تهدیدآمیزتر از رژیمی مذهبی که نزدیک به سی سال است مستقیما یا غیر مستقیم در تروریسم فراملی برای اشاعه اهداف انقلابی خود دست دارد نیست او از جمله به حملات حزب الله لبنان به سفارت آمریکا و تفنگداران آن کشور، حمله به سفارت اسرائیل در آرژانتین یا ترور سفیر اسرائیل در لندن اشاره کرده است. آقای برنان در عین حال با ارتباط دادن مسائل مختلف مربوط به ایران از برنامه اتمی تا حمایت این کشور از تروریسم و خواسته های تهران در منطقه در بخشی از ایمیل ها گفته است گستره موضوعات گفتگو نباید محدود باشد به گفته برنان این مسائل که بیشترین اهمیت را برای ایران دارد به هم پیوستند آقای برنان همچنین از نامیدن ایران به عنوان بخشی از محور شرارت انتقاد کرده است این عنوانی است که جورج بوش در مورد ایران، عراق و کره شمالی از آن استفاده کرده بود. جان برنان در سالهای بعد به مقام مشاور رئیس جمهوری باراک اوباما در امور امنیت ملی و سپس در سال 2013 میلادی به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رسید. به گفته یه روزنامه فاینانشال تایمز او سالها در این سازمان مشغول به فعالیت بوده و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز مدیر مرکز ملی ضد تروریسم بود جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از اسرائیل و فلسطینیان خواسته تا به موج خشونت های اخیر که به کشته و مجروح شدن شماری منجر شده خاتمه دهند. آقای کری در برلین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و آنگلا مرکل صدر آلمان دیدار کرد. اما نخست وزیر اسرائیل در این دیدارها به جای تمرکز بر روی موج خشونت های تازه میان اسرائیل و فلسطین از نقش فلسطینیان در هولوکاست گفت. جان کری وزیر امور خارجه ای آمریکا که به برلین سفر کرده با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرده است هدف آقای کری از این دیدار یافتن راهی برای پایان دادن به خشونت‌های اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینیان است وزیر امور خارجه ای آمریکا همچنین به دنبال آن است تا وضعیت مکان‌های مذهبی که محور اصلی تنش‌های کنونی است روشن شود در تازه ترین مورد از درگیری پلیس اسرائیل دو فلسطینی را که در یک ایستگاه اتوبوس به یک اسرائیلی با چاقو حمله کرده بودند هدف گلوله قرار داد در جریان این تیراندازی دو فلسطینی مجروح شدند در دور جدید درگیری ها بین نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان تا کنون ده اسرائیلی و چهل و پنج فلسطینی کشته شدند. برای مقابله با نارامی های اسرائیل تدابیر امنیتی شدیدی را به اجرا گذاشته و رفت آمد فلسطینیان به محدوده قدیمی بیت المقدس را محدود کرده است. در همین حال بانکمون دبیر کل سازمان ملل پس از دیدار با رهبران فلسطینی و اسرائیل نسبت به چشمانداز پایان درگیری ها در این منطقه ابراز ناامیدی کرد بانکیمون که برای رایزنی درباره اوضاع کنونی در اسرائیل و عراضی فلسطینی به خاور میانه سفر کرده بود روز چهارشنبه 29 مهر در تماسی ویدیویی با اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت نسبت به توقف خشونت ها خوشبین نیست ماتیو رایکرافت سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت بانکیمون از تمام کشورهای بانفوز خواسته است که برای آرام کردن اوزاد در این منطقه تلاش خود را به کار گیرند در تحولی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پاسخ به نخست وزیر اسرائیل گفت آلمان مسئول واقعی سوزاندن یهودیان در ماجرای هولوکاست است سخنان خانم مرکل در پاسخ به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز شده که گفته بود یک رهبر فلسطینی به حکومت نازی ها گفته بود تا یهودیان اروپا را بکشد خانم مرکل روز چهارشنبه 29 میر گفت در ذهن آلمانی ها به روشنی این موضوع نقش بسته شده که مسئول هولوکاست نازیها بودند بنیامین نتانیاهو گفته بود که هیتلر تنها قصد اخراج یهودیان از اروپا را داشته اما مفتی اعظم بیت المقدس به نام حاج امین الحسینی به او گفته یهودیان را بسوزاند. این سخنان آقای نتانیاهو را تاریخدانان و سیاست مداران اسرائیلی محکوم کردند. آقای نتانیاهو که در کنار خانم مرکل در برلین سخن میگفت اضافه کرده که هیچ کس نباید شک کند، که مسئول هولوکاست هیتلر بوده است نخست وزیر اسرائیل در روز سهشنبه 28 مهر در بیت المقدس و در جریان کنگره جهانی صهیونیست گفت الحسینی پیشنهاد سوزاندن یهودیان را به هیتلر داده است آقای نتانیاهو گفت هیتلر در آن زمان نمیخواست که یهودیان را بکشد میخواست از اروپا اخراجشان کند و بعد حاج امید الحسینی پیش هیتلر میرود و میگوید تو اگر آنها را بیرون کنی به اینجا میآیند بعد هیتلر میپرسد پس من با اینها چه کار باید بکنم و او یعنی الحسینی جواب میدهد مسوزانشان. حاج امین الحسینی که در سال 1974 در گذشت یکی از رهبران ملیگرای فلسطینی بود که در دهه 20 و 30 قرن گذشته کارزارهای خشنی را علیه یهودیان و مستعمرات بریتانیا رهبری میکرد حاج امین الحسینی در نوامبر 1941 در شهر برلین با هیتلر دیدار کرد بنابر گزارش های رسانه های آلمانی در آن زمان حسینی در دیدارش با هیتلر سعی داشته و ای را به حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی ترغیب کند اما هفته گذشته حزب لیبرال کانادا که تاکنون در اپوزیسیون بود موفق شد در انتخابات پارلمانی این کشور حزب حاکم را شکست داد. نخست وزیر و رهبر حزب کار با قبول شکست از رهبری این حزب استفاده داد. دو نامزد ایرانی تبار از حزب لیبرال هم به نامهای مجید جوهری و علی احساسی با پیروزی در این انتخابات وارد مجلس کانادا شدند. نخست وزیر و رهبر حزب حاکم کانادا با قبول شکست در انتخابات پارلمانی از سمت رهبری حزب استعفا کرده است با شمارش آرا در روز دوشنبه 27 مهر در انتخابات پارلمانی کانادا و مشخص شدن پیروزی حزب لیبرال در این انتخابات استیون هارپر نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار مسئولیت شکست این حزب را بر عهده گرفت آقای هارپر که ده سال از قدرت را در کانادا در اختیار دارد از سمت رهبری حزب محافظ کار نیز استعفا داده است با مشخص شدن نتیجه انتخابات جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال از سوی فرماندار کل کانادا معمور تشکیل کابینه خواهد شد تحلیلگران کانادایی بازگشت حزب لیبرال به قدرت را نشانه خاص رای دهندگان برای تغییر در سیاست های یک دهه گذشته توصیف کردند. نظر های پیش از انتخابات نشان میداد که لیبرال ها بر محافظ کاران پیشی گرفتند. بنابر گزارش ها کارزار انتخاباتی اخیر کانادا پرخرشترین کارزار تایی 140 سال گذشته بوده است. دو رهبر حزب لیبرال تایی انتخابات وعده داده است که از مالیات طبقه متوسط بکاهد و مالیات ثروتمندان را افزایش دهد روابط با واشنگتن را ترمیم کند نیروهای آن کشور را از نبردها علیه حکومت اسلامی بیرون بیاورد و در مقابل بر کمکهای انسان دوستانه بیفزاید و با تغییرات اقلیمی مبارزه کند در پارلمان قبلی حزب محافظه کار دارای 159 کرسی حزب دموکرات نو دارای 95 کرسی و حزب لیبرال تنها دارای 36 کرسی بود اما اکنون حزب لیبرال توانسته است اکثریت لازم کرسی ها را در پارلمان جدید به دست بیاورد حزب لیبرال از زمان پایگزاری پارلمان کانادا در نیمه دوم قرن 19 هم یا قدرت را در دست داشت یا به عنوان حزب دوم نقش حزب اصلی مخالف را ایفا می کرد اما در انتخابات سال 2011 به رده سومین حزب در پارلمان تنزل یافت پیرترودو دو پدر جاستین در سال 1968 به نخست وزیری کانادا رسید و به عنوان یکی از محبوب ترین رهبران این کشور کما بیش به مدت 15 سال رهبری دولت را در دست داشت اعلام پیروزی حزب لیبرال با ناخرسندی بازارهای مالی کانادا مواجه شده که سیاستهای محافظ کارانی دولت سابق را بیشتر میپسندیدند دو نامزد ایرانی تبار انتخابات کانادا از حزب لیبرال به نامهای مجید جوهری و علی احساسی از برندگان این انتخابات هستند محافظه کاران کانادا از سرسختترین مخالفان نظام جمهوری اسلامی در ایران به شمار می وزارت خارجه کانادا پس از توافق اتمی 23 تیر ما در وین در بیانیه‌ای ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریست تاکید کرده بود که این کشور همچنان تهدید اساسی برای امنیت و صلح جهانی به حساب می آید. روابط تهران و اتاوا تا سالهای گذشته رو به سردی است و در مواردی نیز تنشهای شدیدی میان این دو رخ داده است محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران میگوید که اختلال چند روز اخیر در شبکه پیامرسان تلگرام به دلیل فیلترینگ نبوده اما هشدار داده که اگر تلگرام کانالهای غیر اخلاقی را نبندد ممکن است مسدود شود محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه 29 مهر گفته های مؤسس تلگرام مبنی بر درخواست ایران برای دسترسی به اطلاعات کاربران این پیام رسان را شدیدا تکذیب کرد و گفت دلیل اختلال در کار تلگرام در ایران طی روزهای گذشته اختلال در اینترنت ایران بوده است وی در عین حال تصریح کرد این وزارتخانه برای حذف بخش های غیر اخلاقی به مدیران این پیامرسان ایمیل ارسال کرده است آقای واعزی گفت طی دو هفته گذشته سه کانال ارتباطی در حوزه ترانزیت پهنای باند اینترنت که ایران را به دنیا متصل می کند دچار اختلال شده بود و این موضوع باعث به وجود آمدن اختلال در دسترسی کاربران به اینترنت و از جمله تلگرام شده است. پاول دورف مؤسس پیام پیامرسان تلگرام شامگاه سه شنبه 28 مهر گفت درخواست ایران برای همکاری در زمینه جاسوسی از شهروندان این کشور را رد کرده است و این دلیل فیلتر شدن این پیامرسان در ایران است. آقای واعظی گفت که کارگروه تعیین مصادیق خواستار فیلترینگ تلگرام بوده است اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنها فرصت خواسته تا در مکاتبه با تلگرام خواستار حذف بخش های غیر اخلاقی این پیام رسان شود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت طی چند ایمیل به مسئولان تلگرام مکاتبه کرده و آنها نیز صفحات غیر اخلاقی را مسدود کردند اما دو هفته پیش مجددا برخی از این کانال ها باز و دسترسی آن آزاد شد که ما به ناچار مجددا ایمیلی به مسئولان این سایت زده و از آنها خواستیم تا این صفحات را مسدود کنند که در حین رد و بدل کردن این مکاتبه موضوع این اختلالات پیش آمد. ساعتی پیش از گفته های آقای واعظی محمد رضا فرنقی زاده مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده بود که شبکه تلگرام مشکلی ندارد و کاربران می توانند از آن استفاده کنند. آقای فرنقیزاده گفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ گونه نقشی در اختلال این پیام رسان نداشته و نام اینیز از کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ برای مسدود کردن این نرم افزار دریافت نکرده است. وی تصریح کرد ادعای این مدیر تلگرام در صورتی که توییتر اعلام شده صحت داشته و واقعی باشد مورد پیگیری قرار میگیرد. داوود ایان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز در مصاحبه ای با شماره ی روز چهارشنبه روزنامه آفتاب یزد گفت این شرکت تصمیمی برای فیلترینگ تلگرام ندارد آقای زار ایان گفت سیاست دولت یازدهم از ابتدا مخالفت با فیلترینگ بوده و همچنان هست و تا آخر عمر این دولت هم خواهد بود آقای زار ایان گفت بهترین راه در مقابل به سوء استفاده ها در فضای مجازی فیلترینگ هوشمند است هفته گذشته آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان خواستار واکنش سریع شورای امنیت درباره آزمایش موشکی اما توسط ایران شدند. قدرت‌های غربی معتقدند انجام این آزمایش از سوی ایران ناقض تحریم‌های سازمان ملل است. تهران 19 مهر ما اعلام کرد موشک بالستیک جدیدی را با موفقیت آزمایش کرده است این نخستین آزمایش موشکی ایران پس از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی به شمار می‌رود رسانه های غربی گزارش دادند که ایالات متحده بریتانیا فرانسه و آلمان روز چهارشنبه 29 مهر در نامهای به کمیته تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل آزمایش اخیر موشک بالستیک در ایران را به اطلاع این نهاد ناظر رسانده آن را ناقض تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خوانده و خواستار واکنش سریع به این اقدام شدند اشاره قدرت های غربی به آزمایش موشک دوربرد هدایت پذیر اماد است که روز هجدهم مهر در ایران انجام شده است به گزارش رسانه های نزدیک به محافل امنیتی در ایران برد این موشک که از نسل جدید موشک های بالستیک زمین به زمین است 1700 کیلومتر و وزن کلاهک آن تا 750 کیلوگرم است و ضریب خطایی کمتر از 5 متر دارد مقام های دفاعی ایران گفتند که این موشک را میتوانند تا لحظه اصابت به هدف هدایت و کنترل کنند به گزارش خبرگزاری رویترز این نامه از سوی آمریکا به نمایندگی از سه کشور دیگر به شورای امنیت ارسال شده و در آن تصریح شده که موشک اماد از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیشتر در واکنش به این اظهارات تاکید کرده بود که هیچ یک از موشک های جمهوری اسلامی برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشدند در این نامه همچنین آمده است ما اطمینان داریم که این اطلاعات به کمیته تحریم های ایران در شورای امنیت کمک خواهد کرد تا به مسئولیت خود عمل کند و واکنش لازم را به نقض جدی تحریم های شورای امنیت نشان دهد بر اساس قطع نامه 1929 شورای امنیت مصوب 9 جوان 2010 ایران از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک های منع شده است. این نخستین آزمایش موشکی ایران پس از توافق تاریخی هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است. آمریکا تاکید کرده است که توسعه صنایع موشکی ایران مسئله‌ای کاملا مجزا از توافق هسته‌ای است. چرا که هدف از توافق جامع چیزی نیست جز مسدود کردن مسیر دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، سامانتا پاور نماینده ی آمریکا در سازمان ملل متحد، آزمایش موشکی ایران را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته آمریکا این رویداد را مسئله‌ای بسیار مهم تلقی می‌کند که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. هفته گذشته سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران با زبانی تهدیدآمیز خطاب به قدرت‌های غربی گفته بود که اگر اشتباهی از بیگانه سر بزند پایگاه‌های موشکی ایران از اعماق زمین مانند آتشفشان فوران می‌کند. به گفته او موشک ها در برد های مختلف در همه پایگاه ها بر روی پرتابگر سوار آماده پرتاب و دست ها بر روی ماشه است و فقط منتظر دستور فرمانده معظم کل قوا هستیم مجلس شورای اسلامی هم هفته گذشته در نامه ای که به امضای 220 تن از نمایندگان رسید حمایت خود را از آزمایش موفقیت آمیز موشک اماد اعلام کرد. دیپلمات‌های های شورای امنیت میگویند این احتمال وجود دارد که برخی اشخاص یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی به خاطر آزمایش های موشکی به فهرست سیاه تحریم ها علیه ایران اضافه شوند. مسئله ای که با توجه به پیش شرطها و الزامات تعیین شده از سوی آیت الله خامنه ای رهبر ایران برای اجرای برجام ممکن است اختلاف انگیز و به مانعی جدی بر سر راه اجرای توافق جامع هسته‌ای بدل شود. گزارش به پایان برنامه امروز میرسیم بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با هایی که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید تا دیدار دیگر شب و روز شما خوش